سلام، صبح خیر ایران. من بنیامین بلوچی هستم و امروز اومدیم روستای زیبای سیمین از توابع همدان زیبا که اولین برف زمستونیش هم اینجا باریده، که اولا هوا خیلی خنکه و دوما شما داخل منزلتون بنشینید و ما این طبیعت زیبا رو قراره به خونه های شما بیاریم. با هم دیگه این قسمت زیبا رو ببینیم، با من همراه باشید. شهر همدان دارای جاذبه‌های فراوانی مثل غار علیصد و آبشار گنجنام است. علاوه بر این جاذبه‌ها، روستاهای همدان هم به نوبه خود و به تنهایی هر کدام جاذبه گردشگری محسوب میشن. امروز قصد داریم به یکی از این روستاها سفر کنیم که خانه‌های این روستا از سنگ و گل ساخته شده. روستای سیمین سفر کردیم. روستای سیمین در دهستان ابرو و در کوهپایه‌ای با شیب نسبتاً تند قرار گرفته. اکثر خانه‌های این روستا از سنگ ساخته شده. زمان قدیم مثل الان آیفون تصویری نبوده. اینجایی که می‌بینید درکوب اسمش. این برای آقایونه، این برای خانوماست. یعنی وقتی که می‌زدن خانوما می‌اومدن دم در، اینا که میزدن آقایون میوادن دم در. و سبک بسیار زیبایی داره. یا چشمه‌ای که شما دیدید از ایام حاج میرزا مراد بودن. عرض کنم به خدمت شما، تمام روستا می آمدن از اینجا آب می بردن. حالا به چودی آبش هم آب شیرین خوب و خوشمزه، درم بسته نمی شد 24 ساعت. همه مردم چه زن چه بچه چنی بی چیز می آمدن و آبی می بردن و می رن. تفنگ هی فابکور شیکر ککر ایران برنگل تفنگ بازه و دوز فراری. دیواره اینجا سنگه و وسطش گله. گل و سنگ رو هم دیگه چیندن و این دیواره ها رو تشکیل داد. جا که میای میرسی بهش میگن زیردالانه. زیردالان خانه حاج میرزا مراد سیمینی بوده. اینا حالا چه مسئله ای استفاده شده؟ اینا چوب سفیده، چوب سنوبره. چوب سفید سنوبره؟ آره. خاک رختن و چوب رختن که گرد سیاه رختن که مثلا بایستن زور. بعد وقت این بالا الان دارن زندگی میکنه؟ آره بالا دارن زندگی میکنه. آره. تو این اتاق دارن زندگی؟ آره. اینجا پله سنگیه که میبینید با سنگ پله درست شده و روی همدیگه چینده شده. جالب توجه روستای سیمین اینجاست که جوانان این روستا به شهرها مهاجرت نمی کنن. چرا از اینجا نقل مکان نکردیم به شهر؟ یکی بگه، یکی صحبت کنه، یکی کدومتون بگید، خواهش می کنم بفهمید چرا نرفتیم؟
نرفتیم ده کجا بریم جا به خوبی به خاطر چی بریم شما چرا نرفتیم اینجا انفنادش درست ضعیفه برای ما ولی کیفیت اگه تو جاد وایسیم خیلی جای خوبیه آب هواش خیلی پاکتره ما تو شهر رشد ما خیلی پایین تره اینجا بهتره برای ما صبح بخیر ایران دیدن این قسمت لذت برده باشید فقط خواهش میکنم اگر داخل طبیعت اومدید زباله نریزید تا برنامه بعد خدا نگهدار و صبح بخیر ایران